اینجا یک برادری عزیز سوال کرده: سلام علیکم دوستان محترمان، در یک من یک سوال دارم، التماس جواب دهید. خب من در شهر مسکو کار میکنم، کار من سپاژنیکی هست، یک دختر و یک پسر کار میکنیم. خب من همیشه حرکت میکنم که دست به زنا نزنم، من خودم را به دست قطعی حرام میکنم. بخشش داملا، شما چی گفتنی هستید؟ من گناهگار میشم. البته رای کار شما نادرست است، کار شما حرام است برادر عزیز. انسان حق نداره برای یعنی به دست خودش احتلامی کردن، این کار یعنی معنی حرام است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روایتی گفتن که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر و احسن للفرج و من لم یستطع فعلیه بالصوم فان له وجاء. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ای جمعیت جوانها، گفتند کدامی از شمایان میتواند زن گیره؟ کسی از شمایان میتواند زن گیره؟ زیرا اینکه زن برای شما نور چشم است، چشمهای شما را روشن میکنه و برای شرمگاه های شما بسیار خوب است. کدامی از شمایان زن گرفته نمیتونه، باید که روزه گیره. روزه برای او یک سپر یک پرده میشود. یعنی برای انسانهای بیزن، انسانهایی که شهوت در اونها غالب است، برای اونها بهتر چی است؟ روزه گرفتن است. یعنی کمتر باید خودداری کنند. در یگان حالت صورت اجازت نیست که انسان به دستش خودش احتلام کنه. امروز یعنی طبیب ها هم از روی تجربه برآوردن که انسان هایی که به دست خود احتلامی میکنن، یعنی به دست خودشون سبک میکنن، اینها یعنی همخوابگی به همسرهاشون سست میشوند. یعنی برای مردینگی مرد این ضررهای زیاد داشته است. به همین خاطر یعنی که معنی است برادر عزیز، این نیست که دیگون. البته را بعضی از فقها گفتن که در حالتی که خیف زنا باشه، مثلا یک جوان همراه یک دختر یک جایه می شود، موه به موه میمانه که زنا کنه، در همین حالت بعضی از فقها گفتن که براش اجازت است که یعنی خچه احتلامی کنه، به دستش خچه یعنی سبو کنه. نه که در این حالتی که هر بار ونا درآمدی اجازت نیست. چه نوع بعضی بچه‌هاش عادت دارن، البته را گناهگار می شوند. با فکر بسیار کار میکنم، خود دانشون